جنگ 8 ساله دفاع مقدس یا جنگ ضد میهنی. دفاع مقدس. دفاع مقدس. دفاع مقدس. این عنوان نیست که رژیم در اواخر جنگ 8 ساله به کار می‌برد. جنگی که از ابتدا با عناوین جنگ حق علیه باطل و جنگ تحمیلی از آن نام می‌بردند. و این جنگ تحمیلی که به ما از ابرقدرت‌ها تحمیل شده است. چرا رژیم کلمه دفاع را جایگزین جنگ کرد؟ از 31 شهریور 59 تا 30 خرداد 1361 که ارتش عراق بخشهایی از خاک ایران را اشغال کرده بود، جنگ مشروعیت داشت و خمینی به بهانه دفاع از تمامیت ارضی ایران از پذیرش تمامی طرح‌های صلح و میانجیگری کشورهای اسلامی خودداری می‌کرد. اما پس از عقب نشینی نیروهای عراق به مرزهای بین المللی و تخلیه خاک ایران، ادامه جنگ و حمله نیروهای خمینی به خاک عراق هیچ مشروعیتی نداشت و یک جنگ تجاوزکارانه بود. به همین دلیل رژیم 35 سال بعد از پایان جنگ با هدف تبرئه خمینی مدعی است که او با ادامه جنگ مخالف بوده. خمینی در این دوران با شعارهای تنبیه متجاوز، فتح قدس از طریق کربلا و نهایتاً رفع فتنه از عالم به نیروهایش انگیزه و دینامیزم ادامه جنگ می‌داد. جنگ تا رفع فتنه از عالم. اما این شعارها پس از مدتی کارایی خودش را از دست داد و خمینی با این ادعا که جنگ ماهیت دفاعی دارد، نام دفاع مقدس را روی جنگ تجاوزکارانه و ضد میهنیش گذاشت که بتواند تا سال 67 آن را ادامه بدهد. اما سرانجام با خفت و خاری جام زهر آتش بس را سر کشید.